دوم قرنتیان فصل دوازدهم. حتی اگر این گونه فخر کردن هیچ فایده نداشته باشد، باید به آن ادامه دهم. مثلا می توانم درباره جذبه و مکاشفاتی که خداوند به من عطا فرمود صحبت کنم. من شخصی را در مسیح می شناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. جسمن یا روحن نمی دانم، خدا می داند. فقط می دانم که این مرد به بهشت برده شد. نمی دانم جسمن یا روحن، خدا می داند. و چیزهای شنید که آنقدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست. من حاضرم به تجربیات این مرد فخر کنم، ولی در خودم هیچ دلیلی برای فخر کردن نمی بینم مگر در ضعف‌های خود. اگر بخواهم به خود فخر کنم، مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هرچی بگویم عین حقیقت است. اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود. و برای این که به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. 3 بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، بی‌حرمتی‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. من درست مثل یک احمق حرف می‌زنم، ولی تقصیر شماست. شما مرا مجبور کردید. در تمام این مدت شما باید از من تعریف می‌کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، باز هم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله آیات و عجایب و معجزات بود. از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز این که برای خرچ زندگی خود از شما کمک نمی گرفتم؟ مرا برای چنین بی‌عدالتی ببخشید. اکنون این 30 بار است که حاضرم نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما بار نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنند، بلکه برعکس والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. پس من خوشحال می شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ شما قبول می کنید که من بر شما زحمت ندادم، اما در عوض می گویید که من خیلی چالاک بودم و با حیله شما را فریب دادم. چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره‌ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره‌ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ شاید گمان می کنید که ما در طول این مدت می کوشیم پیش شما از خود دفاع کنیم. نه خیر، ما در حضور خدا و در پیوستگی با مسیح سخن می گوییم. آری ای دوستان عزیز، هرچی می کنیم برای بنای شماست. من از این می ترسم که وقتی پیش شما بیایم، شما را غیر از آن چه می خواهم بیابم.
و شما نیز مرا غیر از آن چی می خواهید بیابید. آری می ترسم که در آنجا با نزاع و حسد و تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی و خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. و می ترسم این بار که بیایم خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد، یعنی من برای اشخاصی که گناه کردند و از ناپاکی و فساد اخلاقی و اعمال شهوانی خود توبه نکردند اشک خواهم ریخت.